وقتی برای اولین بار در برنامه کودک رادیو ایران آواز خواند 9 سال بیشتر نداشت. در 15 سالگی خواننده برنامه گل‌های رادیو شد. او سال‌هاست که به عنوان خواننده پژوهشگر مشغول جمع‌آوری و بازخوانی ترانه‌های محلی از گوشه‌های کنار ایران بوده. و با اینکه بیش از 10 ساله که اینجا در شهر کل آلمان زندگی می‌کنه، اخیراً مجموعه‌ای از لالایی‌های نقاط مختلف ایران به صورت کتاب و سی دی منتشر کرده. با این حال پخش صدای او از رسانه‌های ملی کشورش ممنوعه، چون زنه. خانم سیما بینا، به برنامه به بار دیگر خوش آمدید. خانم بینا، شما بعد از ده ها سال که در عرصه موسیقی ایران بسیار فعال بودید و به خصوص در عرصه موسیقی محلی، اخیراً کتابی منتشر کردید، کتاب بسیار نفیسی از مجموعه لالایی های مناطق مختلف ایران همراه سی دی که خودتون با صدای خودتون خوندین اینا رو. چرا لالایی؟ خب این نغمه ها و ترانه هایی که به اصطلاح به عنوان لالایی بوده همیشه توی شهر و شهرستانای ما، توی جمع‌آوری ها و سفرهایی که می کردم برای ترانه های محلی بارها بهشون برخورده بودم، منتها هیچ وقت اونقدر جدی نگرفته بودم که تنها این ایده و پروژه رو دنبال کنم. بعد از اون که آواز برای خانوم ها خوندنش در ایران ممنوع شد، یعنی صدای زن، من به این فکر افتادم که این نغمه ها صرفاً مال زن و مال مادره. چه خوبه که الان این ترانه ها و نغمه ها و ترنم های ساده و زیبای لالایی رو جمع‌آوری کنم و اینها رو بخونم و حتما دیگه این اجازه خواهد داشت که به دست مادرها و مادران هموطنم برسه. یه همچین ایده‌ای بود. این بخشی از کاری بود که اصولاً شما سالهای سال در موسیقی محلی می‌کنید، یعنی میرید مناطق مختلف موسیقی محلی رو جمع‌آوری می‌کنید. بخشی از اون کار بود یا اینکه اختصاصاً فقط برای لالایی رفتید؟ بعد از اون خیلی جدی شدم سر اینکه صرفاً لالایی‌ها رو جمع‌آوری کنم. شما گفتین که این یک صرفاً مال مادراست و اینا، واقعا اینطوره؟ شما در مسیر این کار تحقیقاتیتون هیچ جا برخوردید به مردهایی که لالایی بخونن برای بچه هاشون؟ مردها بله، البته من همه یادداشتامو به اصطلاح حتی به عنوان یه خاطره جمع‌آوری این لالایی ها توی کتابم آوردم که خیلی جاها حتی مادرهای برای من لالایی خوندن و ضبط کردم که خودشون اولاد نداشتن، یا حتی پدرانی لالایی خوندن برای من. منتها آوای لالایی صرفاً مربوط به زنه، یعنی مادر همیشه در آغوش خودش لالایی گفته، اینطور عنوان شده، اینطور بوده از ابتدا که مادر لالایی میخونده برای بچهش. اینه که این نغمه ها به نظر من اولین موسیقی و ترنمیه که به گوش انسان میرسه به عنوان نغمه موسیقی. بچه چشمشو به دنیا باز میکنه، تو آغوش مادرش این نغمه های لطیف رو میشنوه. البته ممکنه که معنی شعرشو ندونه، ولی همون آوای صدای مادرشو میشنوه، با اون به آرامش میرسه. اینه که دیدم که شما این جمع‌آوری این لالایی ها صرفاً به این دلیله که میخوان یه چیزی ثبت شده در موسیقی ایرانی باشه، یا اینکه احساس خطری میکردید که ممکنه مثلا این لالایی ها به مرور گم بشه، از بین بره و کسی ندونه؟ والا من ابتدا که شروع کردم به این کار، بیشتر همون عشق تداوم کار خودم بود که به دنبال این نغمه های محلی شهرها و روستاها می رفتم و هیچ وقت نه ادعای تحقیق و پژوهش و کار علمی و از این چیزا نیست، ولیکن ضمن این که کار می کردم
دونه دونه این لالایی ها رو جستجو می کردم، از مادرها، از مادر بزرگها، از خانوم ها، از این شهر، اون شهر، روستا به روستا می دیدم که تقریبا هیچ کس نمی تونه درست جواب منو بده. هیچ کس یک دونه لالایی کامل برای من نخوند. سراغ مادر بزرگا رفتم، اونا هم یادشون رفته بود. بعد به مرور فهمیدم که خب میتونه این یک کار مفیدی باشه اقلا برای فرهنگ خودمون. ولی من قبل از هر چیزی با این پروژه زندگی کردم، خیلی حال کردم در واقع. شما احتمالا خب مجموعه خیلی زیادی از لالایی ها رو جمع آوری کردید، ولی اون چیزی که در این کتاب اومده 40 تاست. بله. به خودتون فهم میکنین که از بین این تمام این لالایی هایی که جمع کرده از مناطق مختلف، کدومشون فکر میکنین که دلنشین تره، از یک نظرهایی پرمحتوا تره؟ خیلی فرق میکنه. من ابتدا شاید که 7-8 لالایی جمع آوری کردم، بیشترم طبعا از طرف های خراسان و این طرف ها بود، لرستان اینا. ولی و فکر میکردم که این صرفا یه سی دی بشه و در اختیار بچه ها قرار بگیره تنظیم. خیلی از استادهای موسیقی منو تشویق کردن و دوست داشتن که اون تعداد رو تنظیم بکنن، ولی کن بعد دیدم که خب حالا که نمیشه این سی دی رو بازم ارائه داد، صدای زن به هر حال ممنوعه، گفتم خب پس بذار این پروژه رو ادامه بدم و از مناطق مختلف. این دیگه خیلی کار سختی میشد، چون بسیاری از جاها واقعا زبان من نبود، لحن من نبود، کردی، ترکمنی، ترکی، آذربایجانی، همه اینا. ولیکن خیلی کنجکاو میشدم، برای اینکه واقعا هر جایی، ضمن اینکه اون حس اولیه ارتباط مهر مادر رو داشت این کلام به اولادش، به فرزندش، ولی هر کسی با یک فرهنگ، هر جایی با یک زبان، هر کس، هر منطقه و شهری با یک فرهنگ خودشون این رو بیان می‌کردن و کنجکاوی منو بیشتر می‌کردن که حتما هر سرزمینی از مناطق مختلف ایران رو سر بزنم و لالایی های رو که ممکنه به دست بیارم تا جایی که میتونستم به هر حال. و اینا هر کدوم به نحوی قشنگه، هر کدوم یک جور زیبایی داره. طرف کردستان یک حالتی، طرف بلوچستان به یک نحوی، شمال ایران یک جور و مناطق مرکزی و خراسان یک جور، همه زیباست. بسیار. خانم بینا، شما 9 سالتون بود که اولین بار رفتین روی صحنه، یعنی در واقع آواز خوندین به طوری برای عموم از رادیو ایران در برنامه کودک، و بعد فکر می‌کنم 15 سالتون بود که توی برنامه گل‌ها شرکت کردید و در اونجا آهنگ‌های خیلی عمیق‌تری، بهتری، پرمحتواتری، منظورم نسبت به برنامه کودک منظورم، بله، و خود دیدین، ولی تمام بیشتر عمرتون رو صرف موسیقی محلی کردید و بخش زیادش هم موسیقی خراسانی کردید. شما اینجا فکر نکردید که در واقع به موسیقی سنتی بیشتر توجه بکنید؟ یه چیزی شما رو کشون به موسیقی محلی بیشتر؟ چرا، بیشتر روی موسیقی سنتی بودم از ابتدا، چون که در واقع مشوق اولی هم که پدرم بود، ایشون خب ردیف موسیقی ایرانی، آوازهای دشتی، سه‌گاه، چهارگاه، اینا رو کوتاه بهم یاد میدادن با اشعار کوچیک و من میخوندم. ولی که در این حال خودشونم، یعنی منم چون بالاخره از اهالی بیرجند و اون منطقه هستم، فرهنگ اون منطقه رو داشتم، فراهم بود برام که موسیقی اونجا رو یاد بگیرم. پدرم هم یه چند تا ترانه های محلی که میدونستن از قدیم بهم یاد میدادن. بعد دیدم چقدر زیباست اینا، چرا که اصلا دنبال این کارهای محلی نرم. اینه که ضمن اینکه اعتقاد داشتم و همینطور که در کار موسیقی پیش میرفتم، آموزش های لازم رو در موسیقی گرفتم، آوازهای سنتی، ردیف موسیقی ایرانی و کار کردم با
با عبدالله خان دوامی، با آقای زرین پنجه، ولی اون تخصصم رو دادم به همین کار موسیقی محلی، برای خاطر اینکه فکر کردم موسیقی محلی، یعنی پی بردم به این نکته که مثل اینکه ریشه موسیقی اصیل ما در همین موسیقی مناطق مختلف ایرانه و چقدرم متنوعه، برای اینکه ما سرزمین بزرگی داریم با فرهنگ‌های مختلف و این خودش ضمن زندگی که من توی این موسیقی داشتم، عمری که گذاشتم، برای منم یک تنوعی بوده، یک کنجکاوی بوده که همیشه به موسیقی یه منطقه بپردازم و مثل یک کار نو دو مرتبه که کنجکاوم چی هست، هیچ وقت خسته کننده نیست. شما خانم بینا، با وجود اینکه حالا با این مسئله بازم میپردازم، با وجود اینکه صدای زن از برنامه رادیو تلویزیون ایران ممنوع شد و تا مدتی حتی نوارها هم نمیشد خرید فروش کرد در ایران بعد از انقلاب، ولی شما از معدود خواننده های قدیمی ایران هستید که همچنان محبوب بوندید. فکر میکنید بخشی از این محبوبیت شما و اینکه ترانه‌تون به وفور خریده میشه، گوش داده میشه و شما را میشناسن، نسل جوانتر هم حتی شما را میشناسه، به دلیل همین محلی خوندن شماست فکر میکنید، یا اینکه اصولا یه چیز دیگه است؟ نمیدونم والا اینو چجوری تحلیل کنیم، شاید که تخصص من نیست. البته نظر لطفتونه و نظر لطف دوستانی که میگین اگه، ولی فکر میکنم که خب شاید به خاطر اینکه آدم به خاطر این نوع موسیقی با مردم، با توده مردم در تماس هست، در ارتباط هست، به خصوص که صرفاً نباید یه آهنگ رو یاد بگیره و بازخوانی بکنه، بلکه باید باشون آشنا بشه، باشون زندگی بکنه، با روحیاتشون، همه خوشحالی ها، ناراحتی هاشون زندگی بکنه. اینه که طبعا خیلی قاطی میشه با مردم و دل به دل راه داره، به این صورت خواهد بود. بسیار خوب. همطور که قبلا شما خودتون گفتین، در ایران بعد از انقلاب صدای زن اصولا ممنوع شد و عرصه اصولا بر خوانندگان زن ایرانی خیلی تنگ شد. شما فهم میکنین لطمه ایه که طی الان 30 سال از این موضوع گذشته، لطمه جبران ناپذیریه، یا اینکه خوانندگان زنی مثل شماها راه دیگه‌ای پیدا کردن برای اینکه این به اصطلاح صدای زنان خواننده ایرانی رو زنده نگه دارن و خواننده آینده ایرانی رو زنده نگه دارن در داخل ایران؟ من فکر میکنم، حالا ببینین که درسته یا نه، ولی یه موقع هایی توی این بستگی ها و ممنوعیت ها، یعنی محدودیت های کار، آدم نوع دیگه ای فکر میکنه، یعنی شاید بیشتر فکر میکنه، یاد میگیره فکر کنه که چه بکنه. اگر کسانی واقعا توی این کار میخوان عمیقا ادامه بدن و عشق میورزن به کارشون، راهش رو پیدا میکنن و چه بسا که کارهایی رو بتونن، یعنی خودشون رو یک طوری، جایگاه خودشون رو پیدا بکنن، خودشون رو قوی بکنن در اون تخصص و کاری که علاقه مندن. و حالا درسته که نمیشه این رو گسترش داد، یعنی ارائه داد در سطح وسیعی این کار هنری رو، ولی به نظر من عوضش اگر خیلی علاقه مند باشن و عشق بورزن به کارشون، عمیق میشن در کارشون. من خودم توی این بستگی ها صادقانه بگم بهتون که خیلی بیشتر تونستم که جایگاه هنری خودم رو پیدا بکنم. حالا شما میگین عمیق میشن، ولی چه فایده عمیق شدن وقتی که به اصطلاح عرصه بروز پیدا نمیکنه؟ البته هر کار هنری باید ارائه داده بشه، ولی خب اگر الان خوشبختانه خیلی از این رسانه ها و امکانات ثبت شدن، ضبط شدن، پخش شدن زیاد هست و میخوام بگم که در واقع دنیا یک جوری به هم ارتباط داره. اگر قدیم بود و اون دورانی که واقعا خیلی محدود بود به یک شهر و یک مملکت،
حتی دانشمندای ما، حتی همه هنرمندای ما در همون محدوده باقی موندن، حتی هنرمندای محلی ما من میبینم در محدوده شهر خودشون فقط هنرشون و این ترانه ها گم میشه، ولی الان اینطور نیست. من خودم فکر کردم که حالا اون علاقه که به آواز خوندن و موسیقی داشتم این دیگه مرز نمیشناسه یک جاهایی، چون آدم عمری نداره که میدونین هم، ولی همیشه من اینو فکر میکنم که هر کسی در رشته خودش، به خصوص حالا اگر هنر باشه که بیشتر دانش باشه، همینطور ضمن فعالیت و حرکت و ارائه دادن کارها باید یه فرصتی بده برای بازنگری به کارش و اینکه کجا هست، حالا میخواد به کجا بره، چجوری ادامه بده، چقدر زندگی میکنه با این کار. ولی در این حال شما درس هم میدادید تا این سالها، درسته؟ درس موسیقی و درس بله. آواز میدادید. بله. و این شاگرده شما چه جور آدم هایی بودن؟ بیشتر زنها بودن دیگه، درسته؟ بله، من دیگه بعد از انقلاب در واقع کلاس های آواز خودم رو تشکیل دادم توی خونه. بله. همه چیز درسته. در واقع محدود و در کادر خونه خودمون بود، ولی خیلی با عشق و علاقه میشد. یعنی یک طوری کلاس هامون هم کلاس موسیقی بود، هم کلاس یک جور یک زندگی و گریز از مشکلات، اینم بود. و خیلی بچه ها خانوما همه علاقه مند بودن. حتی من گفتم که شما چطور اینقدر با اشتیاق و با اصرار میخواییم بیاییم که آواز زیاد بگیریم؟ ما که 30 سال خوندیم الان دیگه نمیتونیم کار آواز رو ارائه بدیم، حالا شما چی اینا؟ بعد میگن نه، دوست داریم یاد بگیریم، ردیف رو یاد بگیریم، آواز رو یاد بگیریم. این چیز یعنی علاقه به موسیقی به حال هنوز کماکان وجود داره در بین خوانندگان آینده زن. بله، خیلی همه چیز، هم خواننده هم نوازنده، این کلاس ها خیلی زیاد شد. در یک مقطعی در ایران اجازه داده شد که خانم ها کنسرت های زنانه بدن، یعنی برای زن ها این کار رو بکنن، و شما هم برها شرکت کردین و کنسرت دادین در ایران. من در ایران کنسرت ندادم هنوز البته، ولی قبل از اینکه من به این طرف آب بیام به قول معروف، برای همه بچه های کلاس هم یک کنسرت های خیلی کوچیک از ترانه های محلی تدارک می دیدم. محدود به هر حال. بله، کنسرت های بله، محدود. خیلی. بسیار خوب. حالا شما اینو در واقع دیگه گذاشتین کنار و اومدین و در آلمان زندگی بله. میکنین الان. بله. چرا؟ یعنی فکر میکردین که اون عرصه دیگه برای شما تنگه و امکانات بسیار محدود بود؟ این حرکت من صرفا باز همونطور که گفتم به خاطر این بود که برای البته ارائه دادن کار موسیقی، ولی برای خودسازی و اینکه من با ریشه های موسیقی خودم که اون موسیقی فولکلور و محلی شهر و دیار خودم هست نباید ترک رابطه بکنم و این ترک رو نکردم البته. منتها خب برای مثلا اینکه ارائه داده بشه این موسیقی، من اینو حس میکردم که موسیقی که من دارم کار میکنم از مردم میگیرم، دقیقا از تمام مردم ایران، یعنی تمام اون شهر و روستاهایی که میرفتم، و یک جور احساس این که از مردم من میگیرم باید بهشون ارائه بدم. یه آرشیف شده بود توی سینه من این موسیقی و دلم میخواست که اینو ارائه بدم. حالا فکر نمیکردم که کنسرت باشه، ولی فکر میکردم برای سی دی و ضبط سی دی. کما اینکه اولین دعوت من که من به این طرف حرکت کردم از طریق رادیو ودر آلمان بود. دکتر رایشو که موسیقی ایران رو و هند و خاورمیانه رو مطالعه میکردن منو دعوت کردن. من با یک ساز دوتار اومدم و اینجا و حتی انگلیس هم اومدم توی استودیو و در رادیو ودر اینها رو فقط ضبط کردم. ولی خب بعداً دیدم که دعوت‌هایی از طریق فستیوال‌های بین‌المللی میشه. خب اینم بد نبود برای معرفی موسیقی محلی ما که اونها رو قبول کردن، باز با همون
لباس‌های محلی و سازهای محلی، اون نغمه‌هایی رو که از مردم گرفته بودم ارائه می‌دادم. خب حالا که در ایران زندگی نمی‌کنید یا لااقل بیشتر عمرتون در ایران نیست، چقدر حس می‌کنید که هر اون ارتباطی که تا حالا داشتین ازش صحبت می‌کردین، تمام موسیقی و نوت‌ها و ملودی‌هایی که از مردم می‌گرفتین، حالا اون مردم دور و برتون نیستن که ازشون بگیرین؟ چرا هستن دیگه؟ به چه شکل؟ من میرم پهلوشون. نه. من همیشه سفر دارم به ایران. بله. من اونجا دوستانی دارم. اصلا هیچ ارتباط من با ایران قطع نشده. برای اینکه کار من یه کار فرهنگیه. و اگر من از این ریشه ها و از این ارتباط جدا بشم دیگه کارم متوقفه. الان دارم موسیقی بلوچی رو کار میکنم. البته خب یه دور خواستم برم بلوچستان سفر قبل تابستون، ولی کن اونجا هم یکم شلوغ بود نمیشد. بعد این طرف دوستان بلوچ پیدا کردم که در اسلو و سوئد و اینا هستن، یه ترانه های یاد گرفتم که هستن هنرمندای بلوچ این ور اون ور نوازنده ها، ولی بعد میرم دیگه پیش استادای محل. خانم بینا، ما وقتی که نگاه میکنیم به شمار خوانندگان در ایران، خوانندگان زن همیشه زیاد بودند، یعنی در قبل از انقلاب و بعد از انقلاب، طور که گفتین هم عشق و علاقه هست به کار موسیقی برای خوانندگی و هم اصولا وجود دارن، ولی وقتی میریم توی عرصه آهنگسازی میبینیم که شمار زنها در این عرصه بسیار کمه نسبت به مردها. چرا؟ نمیدونم. اصولا خب همه چیز وقتی حساب میکنین، حتی آشپزی وقتی که نگاه میکنین، این آشپزهای حرفه‌ای همه آقایون هستن. شاید اونا بیشتر فرصت ارائه دادن کار رو دارن. شاید عرصه را گرفتن به هر حال از خانم ها. بله، آقایون در همه این موارد از جمله در نیست. ولی من منظورم اینه که آیا گرایش اصولا به سمت کار تدوین و تهیه و نوشتن موسیقی کمتره در بین خانم ها، یا اینکه اصولا همونطور که شما میگین ممکنه عرصه براشون تنگ باشه؟ خب به هر حال این که بوده ای که عرصه براشون تنگ بوده، چون توی هر کاری، شما حالا موسیقی رو میگین، ولی من یه تجربه دارم که اگر خانم ها در وهله اول به خانوادهشون خیلی اهمیت میدن، یعنی خانواده و حفظ خانواده برای زن به نظر من در وهله اوله، بعد کار بیرون. یعنی زن اصولا یه طور مادرگونه زاده شده، پرستار، حمایت کنه، پرستاری بکنه. و بنابراین شاید جامعه اینطور به هر حال ترتیب داده که دیگه بالاخره این خصلت زن هست، شاید طبیعت در وجودش گذاشته، برای اینکه در غیر این صورت نمیتونست مادر بشه. و این طوریه که همیشه خانواده براش مهمتره. ولی مثلا تو کارهای دیگه من میبینم که اگر یک زن و یک مرد هر دوشون آرشیتکتن، مهندسن، دکترن، نمیدونم چی، هر دوشون با هم کار میکنن، ولی چون زن در وهله اول باید خانوادهش و بچه‌هاش هم اداره بکنه، یک بخشی از انرژی و تمرکزش برای این موضوع میره و بنابراین مرد میتونه بیخیال پیش بره توی اون رشته خودش. بسیار خوب. منظور من این بود که به هر حال این جامعه اینطور ترتیب داده یا اینکه سنت اینطوره که زن مرد هم میتونه همین بار خانواده رو به دوش بگیره. شما خانم بینا، توی این سفرهای زیادی که برای جمع‌آوری موسیقی محلی به جاهای مختلف کردید، خاطره‌ای دارید از این سفرها که براتون منحصر به فرد باشه، براتون جالب باشه، تو ذهنتون همینجوری مونده باشه؟ خب خاطره که حتما خیلی هست، ولی برای این سوالتون باید قبلا بهم میگفتین یه چیزی آماده بکنم و ابتدا به ساکن مشکله. اما یه دفعه میخواستم دنبال یکی از این کارهای محلی، درست مرز انقلاب بود، انقلاب شد، من همچنان به دنبال ترانه های محلی بودم، درست همین آهنگ نوایی بود اون موقع، با یک نوار صدای محلی یک روستایی به دستم رسیده بود، خواستم دنبالش برم و بعد باش تماس گرفتم، گفتم میام اونجا.
او فکر کرده بود که شاید من دارم میام برم مرز افغانستان و اون جنوب خراسان و اینا که مثل بقیه مثلا فرار بکنم، یک نیت دیگه ای هست احیانا. و بعد گفته بود من وای میستم، من هر کاری باشه براش انجام میدم. در این حال این لطف و صفایی که محبت داشته و اینا رو بعدها به من گفت. بعد ماشین برام فرستاد که کسی نفهمه، تو روستا نفهمن، و پذیرایی کرد و ما بالاخره بعد از اون به قدری باهاش آشنا شدیم و دوست شدیم و باهاش کارهایی ضبط کردم که دیگه الان. یعنی در واقع ایشون خیال کرده بود که شما میخواین از مرز فرار کنید و ترتیب کار رو براتون داده بود که بله. از مرز فرار کنید. فکر نکرده بود من واقعا تو یک چنین موقعیتی دارم میام دنبال یه ترانه محلی. خیلی متشکرم خانم سیما بینا، شرکتتون در برنامه بیا بارتگی. ممنون شما.